با آخرین اخبار اتباع و مهاجرین خارجی ساکن در ایران از میگرت پرس خوش آمدید نخست سرخط اخبار آیا طرح ساماندهی اتباع از دستور کار مجلس خارج شده و لغو می شود؟ سردار رادان گفت کار دادن به اتباع غیر مجاز جرم است و جرمه سنگین دارد اسکان پیدا کنند را نخواهند داشت و در نهایت جزیات در مورد اینکه آیا حضور اتباع خارجی در ایران موقتی می شود و یا خیر؟ و حال مشروع اخبار ابو ترابی به موفقیت کشورهای مختلف در مدیریت مهاجران اشاره کرد و افزود کشورهای مانند قطر، امارات، آلمان و آمریکا توانستند با درصد بالای از مهاجران به خوبی مدیریت کنند ما این تجربیات را مطالعه کرده و بر اساس آنها بومی کرده ایم ابوالفضل ابو ترابی عضو کمیسیون شورای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که طرح اتباع از دستور کار مجلس خارج نشده و لغو هم نشده و در حال بررسی است وای باشرا به با اهمیت این طرح گفت ما سالها روی این موضوع کار کردیم و مطالعات تطبیقی از کشورهای پیشرفته ای که توانستند در این زمینه ساماندهی خوبی داشته باشند انجام دادیم وای همچنین بیان کرد که این طرح نتیجه خرد جمعی بین دولت و مجلس است و انتظار دارد که دولت نیز همکاری لازم را در این زمینه داشته باشد و در ادامه به شایعاتی که درباره این طرح منتشر شده اشاره کرد و گفت دیروز آقای سباقیان موضوعی را اعلام کردند که درست نبود و طرح اطبا از دستور کار خارج نشده و تنها برای رفع ابهامات به کارگروه ارجاع داده شده است سردار رادان گفت کار دادن به اطباع غیرمجاز جرم است و جریمه دارد سردار رادان گفت نمیتوان اجازه داد که ای به صورت غیر قانونی به کشور وارد شده و ساکن شوند و مشغول به کار شوند مردم و صاحبان سروف بدانند که اشتغال این افراد و اسکان دادن به اطباء غیر مجاز جرم می باشد هم صاحب صنوف شغل دادن به اینها جرمه و خودش هم بایستی مستوجب تعقیبه حتما این برخورد میشه مکان اجاره دادن به اینها جرم مستوجب تعقیب هستن و خواهشم هم هست که از نشانگاه های اونا صدا ما را اطلاع بدن و بچه های ما را در جریان و در نهایت آیا حضور اطبای خارجی در کشور موقتی می شود محمد جواد جوکار گفت در طرح ساماندهی اتباع بیگانه اقامت دائم اتباع را نداریم البته باید بررسی های لازم صورت بگیرد ولی تاکنون اقامت اتباع به صورت موقت دیده شده است و در طرح اقامت دائم نداریم محمد جواد جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورا اسلامی در گفتگو با روزنامه دنیا اقتصاد جزئیات جدیدی از طرح ساماندهی اتباع را اعلام کرد از این گفته محمد جواد جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی ایران به نظر می رسد که در طرح جدید ساماندهی اتباع خارجی در ایران اقامت دائمی از بین رفته است و تمام اقامت های خارجی در ایران به صورت موقت خواهد بود برای آگاهی از جدیدترین اخبار و واقعی روز در مورد مهاجرین و اتباع خارجی بیگانه در ایران کانال میگرت پرس را سابسکرایب داشته باشید